امروز در غرب حجاب یا مسئله کلن مذهبی قلم داد میشه یا صرفا سیاسی. برای مثال برخی گروه های فمینیستی حجاب را عامل ظلم و ستم و دستاورد رژیم های سیاسی مستبد میدونن. من خودم نمیدونستم حجاب چیه و اونو درک نمیکردم. تصور میکردم نماد تسلیم شدن زن در برابر مردانه. با همین پیشداوری ها به ایران سفر کردم و در این مبادلات بین فرهنگی خیلی چیزها رو فهمیدم. فهمیدم حجاب مسئله ایه که به درونگرایی افراد مرتبطه که با معنویت اونها هم ارتباط داره. در واقع چند لایه معنایی وجود داره. حجاب نمادی انسانی و الهیه. یک بعد حجاب رو در سطح افقی و روابط میان زنان و مردان میشه مطالعه کرد و در این حال بعد جدید عمودی به اون اضافه میشه که همون ارتباط با خداوند و معنویته. جالبی که اول بعضی از ناهنجاری ها رو در جامعه عرفی می کنن و بعد میگن چون قانون باید یه پله از عرف و فرهنگ جامعه بالاتر بیسته، تغییر قوانین رو همگام با اشاعه اون ناهنجاری ها به عنوان مطالبه بعدی خودشون مطرح می کنن. زیربنای هر چیزی فرهنگ است و قانون بعد از فرهنگ تبعیت کند. ضمن انتقاد از حکم شرعی حجاب و تنفیذ این امر الهی در داخل کشور اسلامیمون به شکل‌های مختلف اونو به استهزا میگیرن و این در حقیقت شکستن حرمت حکم خدای متعال است، نه زنان محجبه و عفیفه.